فریسیان شنیدند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او. پس وقتی عیسی این سخنان را شنید، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت. در سر راهش او مجبور بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سخار نام داشت رسید، نزدیک مزرعی که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. قدری آب به من بده. شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. تو یک یهودی هستی و من یک زن سامری؟ چگونه است که از من آب می‌خواهی؟ یهودیان از لیوان و پیاله سامریان استفاده نمی‌کنند. اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست؟ و کیست که از تو آب میخواهد، حتما از او خواهش میکردی و او به تو آب زنده عطا میکرد. ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، تو از کجا آب زنده میآوری؟ جد ما یعقوب این چاه را به ما بخشید، خود او و پسران و گلهش از آن آشیا میدند. آیا تو از یعقوب هم بزرگتری؟ هر کی از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد، وی را سیراب خواهد کرد و تا حیات جاودان خواهد جوشید. ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. شوهری ندارم. راست میگویی که تو شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی که همکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی‌شناسید می‌پرستید، اما ما آنچه را که می‌شناسیم عبادت می‌کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می‌آید. اما زمانی می‌آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می‌باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. من می دانم مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. من که با تو صحبت می کنم همانم.